نداشتن شیر کافی برای کارکنان بهداشت. یکی از نگرانی‌های مشترک در بین مادران جدید این است که آیا نوزادشان به اندازه کافی شیر می‌خورد، به خصوص وقتی که مادر قادر به اندازه‌گیری میزان شیری که نوزاد می‌خورد نیست. خوشبختانه راه‌هایی برای دانستن این موضوع که آیا نوزادی که با سینه تغذیه شده شیر کافی خورده یا نه وجود دارد. این ویدیو علائم تشخیص تغذیه خوب نوزاد با سینه و نیز چگونگی افزایش مصرف شیر توسط نوزاد را نشان می‌دهد. اولین علامت بیانگر دریافت شیر کافی توسط نوزاد دفع ادرار و مدفوع به خصوص در اولین روزهای پس از تولد است. آغوز، اولین شیر به عنوان ملین عمل می کند و به نوزادتان در دفع سریع مکانیوم اولین مدفوع سیاه رنگ چسبناک کمک می کند. همینطور که نوزاد شیر بیشتری می خورد مدفوع کم رنگ تر می شود. تا آخر اولین هفته نوزاد باید مدفوعی شل و زرد رنگ داشته باشد. چنانچه تا روز چهارم هنوز مکانیوم دیده شود، علامت هشدار محسوب شده و نشان می‌دهد نوزاد به اندازه کافی شیر نمی‌خورد. تعداد دفعات دفع ادرار نیز علامت مفیدی است. در هفته پس از تولد، نوزاد عموماً باید یک بار در هر روز از زندگی دفع ادرار داشته باشد. یک بار در روز اول، دو بار روز دوم، سه بار روز سوم. پس از هفته اول، نوزاد باید حداقل 6 تا 8 بار در روز ادرار کند. دومین علامت خوب شیر خوردن نوزاد است. دیدن خوب و عمیق قورت دادن‌های نوزاد به مادر می‌گوید که به خوبی شیر می‌خورد. به مادر کمک کنی زمانی را که نوزاد از سینه شیر می‌خورد و نه فقط مک بزند را تشخیص دهد. حرکات فک نوزاد را نشانش دهید. وقتی که نوزاد خوب شیر می‌خورد، حین قورت دادن مکس و افتادن فک را خواهیم داشت. به دقت نگاه کنید. نوزاد مک می‌زند و قورت می‌دهد. مکیدن، قورت دادن، مکیدن، قورت دادن. این نوزاد به خوبی به سینه متصل نشده، کوتاه و سریع و سطحی مک زده و سپس استراحت می کند. فکش به نشانه قورت دادن شیر به پایین نمی افتد. او تنها مک می زند و اصلا قورت نمی دهد. نوزادانی که تنها سینه را می مکند به زودی خواب آلوده می شوند. مادر ممکن است اغلب فکر کند نوزاد سیر شده، اما او به سادگی از شیر خوردن منصرف شده و به زودی بیدار شده و مجدداً نیاز به تغذیه دارد. حالا به حرکات عمیق و موزون فک این نوزاد نگاه کنید. هر مکی که این نوزاد می زند منجر به قورت دادن شیر می شود. او بسیار خوب شیر می خورد. تفاوت را ببینید. این نوزاد فقط سریع و سطحی مک میزند و بسیار خواب‌آلوده است. در مقایسه با این نوزاد که به خوبی شیر میخورد و بسیار هوشیار و بیدار است. سومین علامت سطح فعالیت نوزاد است. نوزادی که به اندازه کافی شیر میخورد، حین شیر خوردن هوشیار و فعال است و حداقل 10 بار بین دو طلوع خورشید شیر میخورد. چنانچه نوزاد در اولین دقایق شیردهی به خواب رود، جریان شیر احتمالاً کند است. نوزادانی که با بیدار شدن مشکل دارند، ممکن است به قدر کافی شیر برای خوردن به دست نیاورده باشند. اگر نوزاد حداقل 8 بار در روز برای شیر خوردن بیدار نشود، تا پایان اولین هفته علامت هشدار محسوب می شود. چنانچه مادر تصور می کند نوزاد شیر کافی نمی خورد، چطور می تواند میزان مصرف شیر را افزایش دهد؟ ابتدا اتصال نوزاد به سینه را اصلاح کنید. چنانچه نوزاد تنها به نوک سینه متصل شود، نوزاد شیر خیلی کمی به دست می آورد.
اما وقتی حجم بیشتری از سینه را به دهان می گیرد، شیر به سادگی می آید. این اتصال عمیق نوزاد را قادر به خروج شیری بیشتر از سینه کرده که خود باعث تحریک سینه برای تولید شیر بیشتر است. شیر کافی برای رفع نیازهای نوزاد. ممکن است نوزادان به خوبی به سینه متصل نشده باشند، اما به این دلیل که مادران در ابتدا شیر فراوانی دارند می توانند در شیر خوردن موفق باشند. هرچند که طی چند ماه در صورتی که نوزاد به خوبی به سینه متصل نشده باشد کل شیر تولید شده توسط مادر را به دست نیاورده و تولید شیر مادر نیز کاهش می یابد. نوزاد زیر سینه شروع به ناآرامی کرده، سینه را کشیده به آن ضربه زده و ممکن است کاملا آن را پس بزند. یا برای مدت زمانهای بسیار کوتاه شیر بخورد، چرا که جریان شیر نیازهایش را برآورده نمی سازد. برای جلوگیری از این مشکل، شیردهی مادر را تحت نظر گرفته و درست از همان ابتدا که نوزاد تازه به دنیا آمده، مادر را در اصلاح اتصال نوزاد به سینه راهنمایی کنید. سپس سینه را فشار دهید. فشردن سینه جریان شیر را بهبود بخشیده و به شیر خوردن نوزاد تداوم می بخشد. چنانچه نوزاد سریعا زیر سینه به خواب رود، فشار دادن سینه مجدداً شیر را به راه می اندازد. نوزاد شروع به قورت دادن کرده و با آمدن شیر بیدار می شود. از مادر بخواهید سینه را بین شست و انگشتانش در فاصله دور از نوک سینه و در محلی راحت فشار دهد. فشار باید محکم باشد اما نه دردناک. به مادر توصیه کنید هنگامی که نوزاد مک میزند او نیز سینه را فشار داده و زمانی که نوزاد استراحت میکند او هم استراحت کند. اگر نوزاد خوب شیر میخورد نیازی به فشردن سینه نیست. و سرانجام نوزاد را اغلب و به خوبی تغذیه کنید. در اولین روزهای پس از تولد نوزاد اغلب گرسنه است. حداقل 10 بار بین دو طلوع خورشید. معده نوزاد تازه متولد شده کوچک بوده و شیر مادر به سرعت هضم می شود. مادر را تشویق کنید علائم نوزاد را دنبال کند. نوزاد قادر است نیازهایش را به مادر بفهماند. در آغوش گیری و در تماس پوست با پوست بر روی سینه برای شروع تغذیه به نوزاد کمک می کند آرام گرفته و خود را با نیازهایش تنظیم کند. به مادر بیاموزید به علائم گرسنگی نوزاد پاسخ دهد. حرکات مکیدن لبانش، آوردن یک دست به دهان، و گرداندن سرش از طرفی به طرف دیگر. مادر را تشویق کنید شب و روز هرگاه علائم گرسنگی را مشاهده کرد نوزاد را تغذیه کند. لازم نیست مدت زمان شیر خوردن نوزاد اندازه گیری شود و یا سینه ای را که آخرین بار نوزاد از آن شیر خورد به خاطر داشته باشد. بعضی از نوزادان به سرعت شیر می خورند و دیگر نوزادان آهسته. نوزاد زمانی را که جریان شیر در یک سینه کند می شود را تشخیص داده و برای تغذیه از سینه دیگر آماده است. همینطور که جریان شیر کند می شود نوزاد خود سینه را رها می کند. مادر نوزادش را بر روی سینه در آغوش می گیرد. همینطور که صبورانه انتظار می کشد، نوزاد شروع به اعلام گرسنگی می کند. نوزاد 2 برابر علاقمند بازگشت به سینه است. سرانجام نوزاد سیر شده به خواب رفته و از سینه جدا می شود. گاهی اوقات نوزاد ممکن است شیر بیشتری به نسبت قبل طلب کند. این امر طبیعی است. به این معنی است که نوزاد در حال رشد است و میل به گرسنگی نیز در او در حال افزایش. همینطور که مادر علائم نوزاد را دنبال می کند اوقات بیشتری به او شیر داده و طبیعتاً تولید شیرش نیز افزایش می یابد. به نوزاد آب قند، چای، عسل،
جایگزین شیر مادر و یا هیچ چیز دیگری ندهید. این مواد معده نوزاد را پر کرده و بنابراین او دیگر از شیر سینه تغذیه نخواهد کرد. این باعث کاهش تولید شیر مادر می شود. این مواد غذایی می توانند باعث سرایت میکروب‌های مضر به نوزاد شده و او را بیمار کنند. در عوض علائم گرسنگی نوزاد را دنبال کنید. هرگاه نوزاد اعلام گرسنگی کرد به او شیر دهید. پس از گذشت چند روز از تغذیه بیشتر تا زمانی که نوزاد به خوبی به سینه متصل است و مادر از فشردن سینه برای نتیجه بخشتر کردن هر بار تغذیه با سینه استفاده می کند، تولید شیر مادر برای برآورده کردن نیازهای کودک افزایش می یابد. شیر مادر برای اولین 6 ماهه زندگی نوزاد بهترین نوع تغذیه است و این تمام چیزی است که نوزاد نیاز دارد. شیر مادر حاوی تمام مواد مغذی درست به میزانی مناسب برای رشد و شکوفایی نوزاد است. به خاطر داشته باشید، تقریباً تمام زنان قادر به تولید تمامی شیر لازم برای برآورده سازی نیازهای غذایی نوزادان هستند. چنانچه نوزاد به طور عادی دفع ادرار و مدفوع داشته باشد، با سینه شیر بخورد و حین شیر خوردن هوشیار و فعال باشد، به این معنی است که شیر کافی دریافت می‌کند. وقتی که نوزاد به خوبی به سینه متصل است و هر چند بار که گرسنه است شیر داده شود، مادر شیر کافی تولید می‌کند. گوینده و مترجم بهار اسکندری.